درود بر همه باشندگان این نشست و همه کسانی که از یوتیوب برنامه امروز رو نگاه میکنن و همه کسانی که پس از این برنامه رو در روزهای آینده خواهند دید. آغاز برنامه امروز رو با تعریفی از واژه یا معنایی از واژه دروغ یا دروج آغاز میکنیم. دروغ یا دروج رو در روی اشاست یا مقابل یا نقطه مخالف اشاست. اشا هنجار هستی است، قانونی است که همه هستی بر مبنای اون میچرخه. در واقع ساینس یا دانش عینی همه ارتباطات جهانی است. هر آنچه که در هستی هست و اون سیستمی که کاملا هم دانشیک هست در جهان وجود داره همش اشا نامیده میشه و تمام روابطی که در جهان وجود داره بر اساس اون اشا یا اون سیستم یا اون هنجار آفرینش حرکت میکنه و خلاف اون هر آنچه که هست دروغ یا دروج هست، که به معنای ناهنجاری است، به معنای بی‌نظمی است، به معنی تباهی و پلیدی هایی است که با سیستم آفرینش در تضاد و اون نظم رو به هم میزنه. دروغ فقط شامل دروغ گفتن یا خلاف راست گفتن معنی نمیده، شامل هر نوع کژاندیشی، هر نوع بدگفتاری، هر نوع زشتکاری و هر نوع نابود کردن هستی و هر اون چی که در اون هست رو شامل میشه. بنابراین ما در فلسفه زرتشت معنای خیلی ژرفی برای واژه دروغ یا دروج داریم. از دید زرتشت و از دید نیاکان ما در واقع در جامعه که دروغ رواج پیدا کنه بنیاد اون جامعه برباد خواهد رفت و از این رو هست که همونجوری که مهداد جان در آغاز نشست برامون خوندن، داریوش بزرگ، شاهنشاه داریوش بزرگ در تخت جمشید سنگ نبشته ای رو داره به این معنی که به این کشور نیاید نه سپاه دشمن، نه خشکسالی و نه دروغ. از نگاه زرتشت همراهی با هنجار هستی و قانون اشا رستگاری و رهایی به بار میاره، به همراه داره. برای همین هست که شما سخن نقض راستی رستی رو در ایران باستان به وضوح میدیدید، میشنیدید و این سخن نقض مثل حالتی ضرب المثل یا یک کوتی داشت که همه میگفتن راستی رستی، اگر راست بگویی رهایی پیدا میکنی و رستگار هم میشی و در واقع راستی راه خوشبختی و آرامش تلقی میشده. ما میبینیم اینقدر نفوذ فرهنگ ایران و این اصطلاح راستی رستی در ایران زیاد بوده، حتی در پس از اسلام هنگامی که تیمور تاتار در واقع حمله میکنه به ایران و خب به دنباله همون حملات مغول‌ها در بخش‌های مختلف از ایران رو زیر نفوذ می‌گیره، نامه می‌نویسه به شارل ششم پادشاه فرانسه. امروز این نامه در موزه لوور نگهداری میشه و در این نامه تیمور نوشته که در واقع جزء یکی از نکاتی که داره میگه ما در سرزمینی زندگی میکنیم که باورمون اینه که راستی رستی. یعنی ببینید حتی افرادی که وارد ایران میشدن، مهاجمان ایران، تحت تاثیر ژرف فرهنگ ایران و اهمیتی که راستگویی و راستکرداری در بین مردم ایران داشته و جزء بنیاد و فلسفه و نگاهشون بوده به زندگی، در ذهن مهاجمان هم این پس از مدتی جای میگرفته و همین گونه بوده که میدیدید پس از مدتی خود مغول‌ها شدن بهترین مروجین فرهنگ و اندیشه‌های ایرانی و خودشون پس از یکی دو نسل که در ایران موندن کاملا ایرانیزه شدن، ایرانی شدن و رواج دادن اندیشه و شعر و فرهنگ ایران رو. در پژوهش های دانشگاه های مختلف، من این جستار و نخست دانشگاهی کمی آغاز میکنم برای اینکه هر صحبتی باید دانشیک باشه یا به اصطلاح علمی باشه، پایه‌ای داشته باشه از تحقیقات علمی. در پژوهش های گوناگون در دانشگاه های مختلف نشون داده شده فرایند ساخت و پرداخت دروغ در ذهن بسیار بسیار پر انرژی بر و استرس‌ساز. دروغ سازی در مغز و روان انسان ها
آرامش رو مختل میکنه و بخش های بسیاری از مغز رو درگیر میکنه و به مرور شما رو از استفاده بهینه از مغز و اندیشه و خرد میندازه. افراد دروغگو به تدریج مشکلات شناختی و رفتاری هم پیدا میکنن. اون اندازه‌ای دروغ سبب بروز مشکلات شناختی و رفتاری در انسان‌ها میشه که به اصطلاح در واژه دروغگوی پاتولوژیک یا پاتولوژیک لایر در روانشناسی و روانپزشکی وجود داره و این واژه براش ساخته شده. یعنی از اون جایی که اینقدر این پروسه اهمیت داره در روان شما اثر میگذاره که حتی براش واژه علمی یا دانشی کم ساخته شده و دروغگویی رو اگر بیش از یک بار باشه، شما از کسی بیشتر از یک بار دروغ بشنوید، به اون میگن دروغگوی عادتی یا پاتولوژیک. در پژوهش‌های گوناگونی باز دیده شده که افرادی که میخوان دروغگویی کنن یا دروغ سازی کنن، فرایندش بسیار دشوارتر در مغز تا راستگویی. یعنی انسان ها هنگامی که تلاش میکنن یه دروغ رو بسازن، در واقع تلاش دارن میکنن که حقیقت یا راست رو سرکوب کنن و زیر برونن و نادیده بگیرن و این کنار زدن راست در ذهن انسان ها بخش های بسیار زیادی از مغزشون رو درگیر میکنن. دانش نوروساینس یا عصب شناسی به اصطلاح اعصاب شناسی از نظر فیزیکی، یعنی اعصاب شناسی بدن، اعصاب بدن، نه روح و روان منظورمه، اسناد کاملی توی پژوهش‌ها ارائه دادن، دیدن که دروغگویی اوورلپ یا همپوشانی میکنه در بسیاری از بخش‌های مغز، در اون قسمت‌هایی که پروهیبیت میکنه یا جلوگیری میکنه از دادن ریسپانس یا پاسخ. یعنی اون قسمت‌های از مغز رو شما رو درگیر میکنه که قسمت پاسخگویی یا واکنش نشان دادن شما رو در بر میگیره. یک تستی هست به نام concealed information test که یک سری عکس میان نشون میدن به شما و به شما میگن که به هیچ کدوم از این عکس ها شما هیچ واکنش یا ریاکشنی نشون ندید. اینا برای بخش های جرم شناسی در بخش های شناسایی تبهکاران استفاده میکنن که الکترودهایی به مغز شما وصل میشه و تصاویری که به شما نشون میدن در واقع بین اونها تصاویری میذارن که با جرمی که شما احتمالا مرتکب شدید مرتبطه. مثلا اگر شما یک قتل رو با اسلحه انجام دادید، بین تصاویر مرتبط و نامرتبطی که اونجا میذارن یه اسلحه هم میذارن، یه تفنگ میذارن و شما موقعی که اون تفنگ رو میبینید، حتی درسته که شما قراره که هیچ ریاکشن یا واکنشی نشون ندید، مغز شما الکترودها شروع میکنن به ثبت کردن که واکنش متفاوت نسبت به اون تصویر خاص نشون میده تا همه تصاویر دیگه. یعنی این نشون میده که شما موقعی که شروع میکنید به حقیقت رو پس زدن یا سرکوب کردن، مغز شما وارد یک سری واکنش هایی میشه و وارد یک سری تعاملاتی میشه، یک ریاکشن هایی نشون میده که کاملا در ارتباط با سرکوب حقیقت و داره از شما انرژی و در واقع زمان میبره برای مغز شما و شما رو درگیر میکنه. برای همین میبینیم که دروغگویی نه تنها یک بخش بسیار بسیار با اهمیتی از شخصیت، روان و هستی و هویت یک فرد رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، بلکه میتونه اونها رو دگرگون کنه و اونها رو به طرف بدتر شدن شخصیت شما، اتلاف انرژی شما و مشکلات بیشتر روحی و روانی شما درگیر کنه. حالا میرسیم به قسمت جامعه شناختی مسئله. دروغگویی ما میدونیم که از صفات بسیار زشتی است که زیرمایه یا بنمایه های مختلفی داره یا ریشه های گوناگون داره یا دلایل گوناگونی داره. مثلا یکیش ترسه. ترس در بسیاری از قسمت های تاریخ دیده شده که منشأ دروغگویی های بسیار بوده. دیگریش منفعت طلبیه. مثلا شما منفعتی دارید یا استفاده‌ای می‌کنید از اینکه دروغی رو بگید، مثلا به شما بهره‌ای رسیده یا استفاده‌ای هستش که برای شخص شما هست در دروغ گفتن.
سومیش اینه که منافع فردی شما رو فقط در نظر میگیره، دروغگویی بر اون اساسه. مثلا اگه شما دروغ بگید جانتون در خطر میفته، چیزی حالا ممکنه بهتون نرسه ولی حداقل میتونید جونتون رو مثلا حفظ بکنید، یا میتونید یکی از افراد نزدیکانی که شما خیلی دوست دارید در خطر هست اونو نگهداری میکنید توسط دروغگویی. به هر حال دروغگویی ریشه های مختلف داره و علت های مختلفی داره، ولی بسیاری از این موارد هست که دروغگویی اصلا سود و فایده خاصی هم ممکنه به شما نرسونه. دروغگویی در واقع تحریف یک واقعیت یا مانع انتشار یا گسترش یک واقعیت به طور تمام و کمال. یعنی شما که ممکنه دروغگوی شما الزاماً یک واقعیت رو به غیر واقعیت تبدیل نکنه، ولی میتونه از انتشار کامل یک واقعیت جلوگیری بکنه. دروغگویی به شیوه های مختلف انجام میشه و معمولا نشون داده شده که در خانواده باز تولید میشه. یعنی اینکه مرتب شما با افرادی روبرو میشید که ناچار به دروغگویی هستن و این دروغگویی رو در خانواده هم تولید میکنن توسط اینکه فرزندانشون آموزش پیدا میکنن از دروغگویی اونها، و در نتیجه باز تولید دروغ ایجاد میشه. یعنی یه دروغ یه نفر میگه، نفر بعدی در خانواده داره اونو دوباره تولید میکنه، چه دلیل خاصی داشته باشه چه حتی در ناخودآگاه اون فرد بدون دلیل جایگزین بشه و اون فرد هم شروع کنه به گسترش و گفتن همون دروغ. از سوی دیگه دروغگویی در خانه و خانواده تاثیر بسیار بدی که روی فرزندان میذاره اینه که بچه‌ها یاد میگیرن که شما حقیقت رو میتونید بیان نکنید، یا در بسیاری از قسمت‌ها شما میتونید حقیقت رو پنهان کنید و این میره توی ناخودآگاه بچه‌ها و میشه قسمتی از شخصیت اون فرد. به همین ترتیب پنهانکاری هم علاوه بر دروغگویی، پنهانکاری هم یکی از چیزهاییست که در کنار دروغگویی رواج پیدا میکنه در جامعه. اون چی که در شناسایی معمولا ماهیت آسیب اجتماعی مورد غفلت قرار میگیره، واکاوی تاریخی اون مسئله است. مثلا این که ببینیم خودآگاهی تاریخی برای ما مهمه، از این نظر که ببینیم ریشه این دروغگویی یا ریشه هر نوع آسیب اجتماعی در جامعه ما از کجا بوده و چه اندازه در تاریخ با ما اومده و مورد غفلت قرار گرفته. در واقع دروغگویی میتونه محصول حکومت‌ها یا دوره‌هایی در یک تاریخ یک ملت باشه که افراد سرکوب شدن، افراد کشته شدن، ترسیده شدن و پس از اون رو آوردن به دروغگویی. هنگامی که شما میبینید دروغگویی در تاریخ ایران، در تاریخ یک ملتی که تا پیش از هجوم تازیان یا پیش از یورش تازیان به ایران ارزش اجتماعی، ارزش خانوادگی، ارزش هویت ملیشون راستگویی و راستگرداری بوده، چگونه یک همچین ملتی تبدیل شدن به ملت دروغگوی امروزی که در همه بخش‌های این جامعه دروغ رو شما به وضوح می‌بینید، از سران جامعه تا پایین‌ترین لایه‌های جامعه. یکی از مهمترین علت‌هایی که می‌تونید ببینید اینه که ورود اسلام، نفس اندیشه اسلامی و نفس این که در خود اسلام دروغگویی وجود داره، یکی از علت‌هایی بوده که اندیشه وارداتی جدید که شد باور مذهبی به اصطلاح جدید، خودش در نفس خودش دروغگویی یکی از ارکان و یکی از بنیانهای اصلیشه. شما باید دروغ بگید، تقیه کنید، شما باید دروغ بگید و به اصطلاح خدعه کنید، شما باید دروغ بگید و به اصطلاح دیگران رو بفریبید برای منافع مذهبتون، برای منافع شخصیتون، برای منافع دینتون و هر آن چی که شما رو در حول و حوش اون باور نگه می‌داره. از این روی بود که مردم ایران با یک سری افرادی مواجه شدن که وارد کشور شدن، ازشون خواسته بودن یا باید این اندیشه رو بپذیرن یا کشته خواهند شد، ازشون خواسته شده بود یا اگر که این اندیشه رو نمیپذیرن و میخوان کشته نشن باید جزیه یا به اصطلاح باج سنگینی بدن به دولت تازه وارد، به مهاجمین تازه وارد، و از سوی در رفتار و گفتار مهاجمین کاملا دروغگویی رو میدیدن این مردم. یعنی میدیدن که مسلمانان، افرادی که به اسم عرب مسلمان وارد این کشور شده بودن، خودشون دروغ میگفتن،
دروغگویی یه چیز خیلی جا افتاده براشون بوده، راستگویی اصلا مزیتی در بینشون نبوده. از سوی دیگه ایرانیان هنگامی که میرفتن مثلا بهشون گفتن شما مسلمانید، اگه طرف میگفت من نه من زرتشتی هستم، خب گردنشون میزدن. در نتیجه معلوم شد که باید زیر حکومت حاکمین جدید، مهاجمین جدید، شما باید راست رو نگید و راست رو یا نگید یا راست رو پنهان کنید یا ناچار بشید که دروغ بگید برای اینکه بتونید زندگی کنید و برای اینکه بتونید زنده بمانید و بتونید در اون فرهنگ جدید اموالتون رو نگه دارید، بتونید زن و بچه‌تون رو نگه دارید، بتونید یه تیکه زمینی که دارید نگه دارید، 4 تا گاوی که دارید رو نگه دارید. این موضوع موجب شد که رفتار در واقع اون دولت، حالا اون دولت هایی که خلفای اسلامی اونا رو اداره میکردن با مردم، از بالا موجب تغییر رفتاری بشه در یک جامعه، چیزی که در همه 1400 سال پس از اسلام دیدید، به غیر از اون دوران کوتاه پهلوی که از بالا دولت ها رفتارشون رفتار عموم جامعه رو عوض کرد تا پایین، و شما امروز هم دارید میبینید دولتی که سر و پا دروغه و رفتار مردم اون جامعه چگونه رو به سوی دروغگویی، عدم راستی، پنهانکاری به خاطر 1001 علت، منافع شخصی، وامی که میخوان بگیرن، نمیدونم سری که باید در آخر حکومت داشته باشن، یا به خاطر اینکه حداقل بتونن در اون جامعه زندگی بکنن، شبان روز دروغ بگیم و رابط. بنابراین اندیشه و شخصیت انسان ایرانی موجب شد که تغییر بکنه و پس از اون هویت فردی و ملی عوض شد. یعنی شما وقتی که شخصیت و اندیشتون شروع کرد و عوض شدن، هویتتون هم عوض شد. اون اعتماد به نفسی که مردم ایران داشتن به خودشون با سربلندی هویت ایرانیشون، هویت زرتشتیشون، هویت باوریشون اعلام میکردن و با سربلندی میگفتن راه در جهان و راه در زندگی یکیست و اون هم راه راسته، مجبور شدن صرف کنده باشن از اندیشهشون، از باوراشون، از راستگوییشون، از سیستم زندگیشون، و اعتماد به نفسشون به مرور از بین رفت. اعتماد به نفس مردم که از بین رفت، تأثیر گذاشت روی روابط اجتماعیشون، روابطشون با دیگر ملت‌ها و روابط شخصیشون با هم دیگه. یعنی اثر دروغ میاد از بالا به همه لایه‌های جامعه و همه چی رو با هم دیگه تحت تأثیر قرار میده، برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم. حالا مگه یه دروغ چیه؟ یه دروغ خیلی تأثیر زیادی نمیذاره، ولی شما میبینید که دروغ تمام قسمت‌های جامعه رو، تا حتی کرکتر و شخصیت فرد شماها رو، تا اعتماد به نفس شما رو، تا روابط شخصی شماها رو اثر میذاره و همه اینا روی روان جامعه ماندگار میشه. عوارض دروغگویی در جامعه چیا میتونه باشه؟ یکی از مهمترین عوارضی که دروغ گفتن در جامعه داره، ایجاد بی‌اعتمادی است. شما مهمترین عارضه اجتماعی که میبینید در جامعه، بی‌اعتمادی مردم به هم، بی‌اعتمادی ملی به دولت، بی‌اعتمادی مردم به همه اون چی که ممکنه در جهان وجود داشته باشه. و برای همین شما میبینید مردم ایران تبدیل شدن یه ملت بسیار بدبین. یعنی هر اتفاقی در هر جای دنیا میفته، ما به دنبال تئوری توطئه داریم میگردیم. حالا پشتش چیه؟ حالا الان قراره چه دروغی به ما بگن؟ حالا مثلا این حرفی که دارن به ما میزنن دروغه، اصلا شاید چنین چیزی واقعیت نداشته باشه. و این موجب میشه که جامعه دچار ناامنی بشه. یعنی عدم اعتماد افراد به هم، عدم اعتماد به دولت، عدم اعتماد به جهان موجب احساس ناامنی میشه در من و شما، در همه افرادی که در زندگی اجتماعی هستن. چرا که زندگی اجتماعی بدون اعتماد اصلا معنی نداره. اگر شما نتونید اعتماد بکنید، چگونه میخواین یک سرمایه گذاری بکنید در یک جامعه؟ اگه شما نتونید احساس ناامنی بکنید، چجوری میتونید ازدواج بکنید در یک جامعه؟ اگه شما احساس ناامنی بکنید، چجوری جرأت دارید بچه هاتون رو بفرستید به مدرسه و تو جامعه و مهد کودک ها و قسمت های مختلف؟ ببینید چه ایجاد ناامنی بزرگی در جامعه میشه که مشکلات زیادی در حوزه روابط شخصی، در حوزه کلان، در حوزه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی میتونه این ایجاد بشه. و بنابراین اگه ملتی همه این ناامنی ها رو در اطراف خودش داشته باشه، به مرور ذهنش
بلاک میکنه یا میبنده همه راه‌های ورود اطلاعات رو به خودش، برای که ناامنه، برای که فکر میکنه که همه چیز دروغه در اطرافش. و از اینجا آغاز میشه که شما شروع کنید به از دست دادن حافظه ملی، برای اینکه شما میبینید در شبکه‌های اجتماعی به شما همه چی رو راست و دروغ قاطی هم دارن ارائه میدن و یه مقدار بسیار زیاد چه خود حکومت میکنه، برای که شما نتونید به هیچ چیزی در اینترنت اطمینان کنید، هیچ اطلاعاتی، همش فکر کنید خب اینا ممکنه دروغ باشه، اونم ممکنه یه درصدش دروغ باشه، اون یکی هم دروغ باشه، در نتیجه شما همه افتخارات فرهنگیتون، سابقه تاریخیتون، انگیزه رشد و پیشرفتتون رو از دست میدین. به اصطلاح شما دچار یه جور آلزایمر تاریخی و فرهنگی هم میشید، برای اینکه اینقدر راست و دروغ با هم قاطی میکنن به شما ارائه میدن، شما عدم اعتمادی پیدا میکنید و ناامنی پیدا میکنید که به هیچ چیزی باور نداشته باشید. حالا در مملکتی که دروغ رواج پیدا میکنه، یکی از بدترین چیزهایی که با دروغ میاد بستر چاپلوسی مهیا میشه. دروغ پردازی یه قسمتش میشه چاپلوسی. چاپلوسی از دروغگویی میاد. هنگامی که شما یک چیزی رو غیر از اون حالت واقعی شروع کنیم به نشون دادن یا چند برابر حالت واقعیش میکنیم، یک جور دروغگوییه. مثلا اگر شما میخواید به یه نفر کارتون رو راه بندازه، وامتون رو درست کنه، یا یک جایی به شما مثلا برای شما یک کاری انجام بده، گره یک کارتون رو واکنه، شروع میکنید به تملق و چاپلوسی کردن برای اینکه یک حس بهتری به اون آدم بدین، اگزاجریت میکنی یا بزرگ نمایی میکنی یک مسئله رو و سعی میکنی بهش یک جورایی با دروغ حس خوبی بدیم برای که اون فرد به شما حس بهتر پیدا کنه و برای شما اون کار رو انجام بده. بنابراین میبینین عوام فریبی و چاپلوسی هم در به صورت آرزه بعدی دروغ در حال رواج در جامعه و این فرهنگ نادرست رو به مردم یاد میدن که برو یه هندونه بذار زیر بغلش. این اصطلاح ها خیلی ما میشنویم، یا بادمجون دور قابچینی کسی رو کردن، یا بعضی اوقات میگن که چی، را میری دنبال یه نفر و مثلا پاک میکنی هر کار اشتباهی که اون فرد میکنه. اینا همه از اون عوام فریبی، چاپلوسی، تملق و عوام فریبی ها در میاد. حالا افراد برای راستگویی در این جامعه هیچ تشویق و به اصطلاح ازشون قدردانی نمیشه، ارج گذاشته نمیشه به کسی که راست میگه، اما به ازای دروغگوییشون هم مجازات نمیشن. این خیلی بده. شما میبینید که در جامعه دارید میبینید افراد در دولت، افرادی که نماینده های مجلسن، افرادی که به اصطلاح مدیر عامل این برانور هستن، در سلانن، در جایی هستن که علیکی قدرتی در دستشونه و اینها برای دروغهایی که شبانه روز به مردم میگن مجازات نمیشن. این یک آموزش اشتباه دیگه است که داره در جامعه رواج پیدا میکنه که بله میتونی دروغ بگی، اشکالی هم نداره دروغ میگی، همه دارن دروغ میگن، چطور همه دروغ میگن من نگم؟ همه که دارن دروغ میگن مجازات نمیشن، پس منم میتونم دروغ بگم و مجازاتی در انتظار هیچ کس نیست. بنابراین دارید میبینید یکی دیگه از عوارضی که این موضوع دروغگویی در جامعه داره اینه که شما به این نتیجه میرسید که دروغگویی نه تنها خوبه، بلکه دروغگویی مزیته، بلکه زرنگیست، بلکه تیز بودن شما رو نشون میده و بلکه هر موقع شما دروغ میگید پادفره یا مجازاتی هم نمیبینید. بنابراین دروغگویی در جامعه به آسونی شروع میکنه به پذیرفته شدن و از ضد ارزش تبدیل میشه به ارزش. ببینید چه اندازه میتونه یک جامعه رو عوض بکنه همین دروغگویی. و از دید سیاسی هم همینطور، شما میتونید یه چیزی ادعا کنید و فردا برید خلافش رو انجام بدید و هیچ کس هم مدعی شما نیست و جامعه هم به شما اعتراض نمی کنه و مردم هم صداشون در نمیاد. اگه شما ازتون دروغی میشنون چیزی بهتون نمیگه و تازه خودشون هم شروع میکنن به ادامه دروغگویی شما و سعی میکنن الگوبرداری از رفتار شما بکنن، چرا که میبینن شما دروغ گفتید و موفق هم بودید. برای همین عوارض دروغگویی نشانه های دیگری در جامعه ایجاد میکنه. رفتارهای دوگانه.
دو شخصیتی بودن مردم که میبینید از پس از اسلام رواج پیدا کرد. مردم در خونه هاشون زرتشتی بودن و بیرون مجبور بودن برای که نکشتنشون بگن ما مسلمانیم و تظاهر بکنن به اینکه مسلمانن. برای این کاراکتر یا شخصیت دوگانه این ملت پیدا کردن که 1400 سال با اینها مونده. کاهش اعتماد از نشانه های دیگر جوامعی که دروغگویی در اون رواج داره. بدبینی از عوارض دیگری است که در جامعه هایی که دروغ در اونها رواج داره. خیانت از عوارض دیگری است که در جوامع دروغگو خیلی زیاد می‌بینیم. خاله زنک بازی، پشت سر هم حرف زدن، اینا عوارض دروغگویی است. چرا؟ چون من نمیتونم بیام راستو بگم، مجبور میشم برم پشت سر شما این راستو اگه میتونم به نفر دیگه بگم که آره فلانی اینطوریه اینطوریه، چون من نمیتونم تو روی اون اینو بگم و این اعتماد به نفس رو ندارم و فکرم میکنم منافعم به خطر میفته. بنابراین شروع میکنم به دو به هم زنی، خاله زنک بازی، پشت سر دیگران حرف زدن و انواع اقسام انحرافات و کژروی های دیگه مانند کلاهبرداری. ریشه کلاهبرداری دروغگویی است. هنگامی که من میام یه خونه رو به 5 نفر میفروشم، من یه آدم دروغگویی ام که دارم به هر کدوم از این 5 نفر دروغ میگم که من دارم این خونه رو به شما میفروشم. بنابراین ریشه همه این فسادهایی که میبینید از همون دروغگویی در میاد و بازار داغ فریب در ایران و بازار داغ فریب خوردگی. یه عده فریب میدن و یه عده میشن قربانی و فریب خورده اون به اصطلاح شیادان یا کلاهبرداران یا دروغ سازان و دروغ پردازان. و اینه که شما میبینید عده بسیار زیادی در اجتماع امروز ما گول خورده و مغبون هستن، افراد از مال باخته هستن، افرادی که زندگی باخته هستن و اینا موجب افسردگی هم میشه. یعنی ببینید این دروغی که میاد در جامعه عین یک زنجیره کجیهای مختلف ایجاد میکنه و بیماری ها و پاتولوژی های مختلفی در جامعه ایجاد میکنه و افرادی که گول خوردن، فریب خوردن، دروغ خوردن و دروغ دیدن علاوه بر افسردگی پرخاشگر هم میشن، چون خشم هم دارن، چون انسان هایی هستن که به سرشون ستمی رفته، دروغی اومده، فریبی اومده، مالشون رو از دست دادن، زندگیشون رو باختن، زنشون رو از دست دادن، فرزندشون رو از دست دادن و اینها موقعیت کاریشون رو از دست دادن، وامشون رو از دست دادن، حالا یا هرچی، و اینا دچار خشم و پرخاشگری هم هستن و همه اینا میبینید که یک شبکه سیاهکاری، تباهکاری، پلیدی، نابودی، ناراحتی رو در جامعه ایجاد میکنه. شما چه اندازه میگین ازدواج هایی که بر اساس دروغ هایی که شنیدن و بعد واقعیت رو شده به هم خورده؟ چند از افراد در جامعه ایران الان جرأت نمی کنن اصلا ازدواج کنن به خاطری که همش در جامعه دروغ و ناراستی و نادرستی میبینن و دیدن و ترسیده شدن. و خب حالا شما ببینید قراردادهای مالی که عدم تعهدی به اونها در سر دروغهای مختلف ایجاد شده، شما خیانتهای اجتماعی که میبینید صورت میگیره، اختلافات خانوادگی که صورت میگیره و همه اینها دروغگویی در جامعه رو داره نشون میده و پاتولوژی ها و عوارض بعدی که دروغ در جامعه ایجاد کرده. حالا ما همه اینا رو در مورد دروغ گفتیم. راه‌هایی که ما میتونیم مبارزه کنیم با دروغ یا کاهش بدیم دروغگویی و پدیده زشت دروغ پردازی رو در جامعه چیه؟ نخستین گام از برای پرهیز از دروغ اینه که یاد بگیریم الگوی فرار از حقیقت رو که در ذهنمون شکل گرفته از بین ببریم. ما به اینجا برسیم که دروغ ممکنه شما رو مقطعی نجات میده یا از حقیقت برای شما یه راه فراری درست میکنه، ولی در ادامه در دراز مدت به شما هیچ چیز نمیده، شما رو از همه چیز عقب میندازه و دروغگویی یه مقدارش به خاطر عدم مهارت در انتخاب راه درست برای نزدیک شدن یا اپروچ به یک مشکله. به من درست یاد ندادن که هنگامی که مثلا میگم من الان رفتم مدرسه و تکلیفمو انجام ندادم، مادر و پدر به من یاد ندادن راه درست مواجه شدن با این مشکل این نیست که بری دروغ بگی که آقا من دیروز پای برادرم در خونه شکست رفتیم بیمارستان. این راهش نیست. راهش اینه که بگه من اشتباه کردم، من وقتمو درست تنظیم نکردم، من تکلیفمو انجام ندادم و اکنون باید اینو جبران بکنم، من
پوزش میخوام به خاطر این کوتاهی که در انجام تکلیف مدرسه‌ام کردم و امشب نه تنها تکلیف امشب رو انجام میدم بلکه تکلیف عقب مونده دیشبم رو هم انجام میدم. اگه من و شما به بچه خودمون بتونیم در خونه اینو آموزش بدیم که راه مواجه شدن با مسائلت دروغگویی نیست، بلکه راه درست رو باید پیدا کنی. هیچ معلمی وقتی که یک شاگردی به این قشنگی بتونه به صحبت بکنه راجع به مشکلش و راجع به مسئله‌ای که داشته و پوزش بخواد از اشتباهش و سعی کنه اونو جبران بکنه، هیچ معلمی اون شاگرد رو مجازات نمی‌کنه و این نشون میده که شما میتونید راه‌های درست مواجه شدن با مشکلاتتون رو به جای فرار از حقیقت و دروغگویی انتخاب کنید و این مهارت رو یاد بگیرید از خونه و از خودمون هر فرد به فرد. در همین انتخاب‌های اشتباه ما کم خواهد شد و دروغگویی‌های ما از اینجا یکی از عللش هست که کاهش پیدا می‌کنه. دوم اینکه ما بیایم اینو در ذهنمون جایگزین بکنیم که دروغگویی یک نوع تنبلی ذهنیه. وقتی شما نمیتونید درست فکر کنید، شروع کنید به دروغ گفتن. یعنی اولین فکری که به ذهنتون میرسه وقتی میخواد یک چیزی رو از واقعیتی فرار بکنی، اولین ذهنی که فکری که به ذهنتون میرسه رو میگید و این تنبلی ذهنی در شما ایجاد میکنه. به جای اون بیاین و اندیشیدن رو و خردمندی رو و خردمداری رو شیوه زندگیتون قرار بدید. بگیم اینو فکر کنید، من به فرض که الان این دروغ رو گفتم، به فرض که من الان سر 3 نفر کلاه گذاشتم، در دراز مدت هیچ کلاهبرداری در جهان نبوده تا به حال، که یک جایی از زندگی برای که یک دروغ میشه 2 دروغ و 1 کژراهه میشه 2 کژراهه و 3 کژراهه و بالاخره شما در یک مقطعی از زندگیتون قد از مسیر هستید خارج میشید که سر و کارتون خواهد افتاد با قانون، سر و کارتون خواهد افتاد با مجازات، سر و کارتون خواهد افتاد با مشکلات بیشتر و پیچیده‌تر و عمیق‌تر و در نتیجه این یکی از راه‌هایی است که با شما میتونید دروغ رو در جامعه از بین ببرید. دروغگویی شهامت و اعتماد به نفس شما رو کم میکنه. بنابراین یکی از راه‌هایی که من و شما میتونیم از دروغگویی پرهیز بکنیم اینه که بگیم من الان که دارم دروغ میگم در چه اندازه از بزدلی قرار دارم، چه اندازه شهامت و آزادگیمو آزاداندیشیمو دارم از دست میدم. شما ممکنه یک حرفی رو نزنید، اون اشکالی نداره، ولی میتونید وقتی که نمیخواید پاسخی رو بدید به جای که دروغ بگید بگید نمیخوام این پاسخ رو بدم. و این یکی دیگه از راه‌هایی است که کاهش میده دروغگویی رو در جامعه، این که اگر نمیخواید یک راستی رو بگید میتونید سکوت کنید ولی الزام هم ندارید که دروغ بگید و این باز موجب میشه که به شما کمک بکنه حداقل اعتماد به نفستون رو از دست ندید. بگید من این اعتماد به نفس رو داشتم که دروغ نگم حتی اگه راست رو نخواستم بگم. یکی دیگه از این که از مسائلی که موجب میشه ما بتونیم کاهش بدیم دروغگویی رو اینه که نگاه کنیم ما چه چیزهایی رو از دست داریم میدیم با دروغ گفتنمون. ممکنه من یک نکته رو یک چیزی رو امروز به دست بیارم، مثلا من ممکنه با یه نفر امروز آشنا بشم و یک دروغی بگم و این دروغ امروز براش فریبنده باشه، اما نگاه کنم به این که در دراز مدت آیا من اعتماد این فرد رو از دست نخواهم داد. هیچ دروغی نیست که برای همیشه در جهان مخفی بمونه، دیر یا زود یک جایی بالاخره رو میشه، حالا یا من خودم یه اشتباهی میکنم یه اتفاقی میفته و من نمیتونم همه عمرم در این نگرانی زندگی کنم که اون چیزهایی که باید نگه دارم و از دست خواهم داد در زندگی. بنابراین اینم یکی از کارهاییست که ما میتونیم از خودمون شروع کنیم و بدونیم که در سر دروغگویی ما در به مرور و در نهایت یک چیزی رو از دست خواهیم داد حتی اگر اعتماد یه نفر باشه. و سومین چیز این که چهارمین در واقع نکته که من میتونم بهتون بگم برای کاهش دروغگویی اینه که باور داشته باشید که با راستگویی اتفاق بدی نخواهد افتاد. به این موضوع باور داشته باشید، چون حداقل نشون داده شده در زندگی شما، همتون نگاه کنید، 95% اتفاقات بدی که ما همیشه فکر میکنیم نمیفته، ولی ما میایم برای اون 5% احتمالی که اتفاقهای بد داره واقعا در زندگیمون میفته، 95% اوقات دیگر زندگیمون رو به نگرانی، به دروغ گفتن، به پنهانکاری و به کارهایی که نادرسته در نهایت ادامه میدیم برای اون 5%.
اگر 5% موارد احتمال داره که من یک چیزی رو از دست بدم با راستگویی، ولی 95% زندگیمو با اون دروغی که میگم تحت شعاع قرار میدم، تحت تاثیر قرار میدم و زندگیمو و اعصابمو و روانمو خراب میکنم، برای اینکه اون 5% اتفاق میخوام نیفته. و اینو هم یادمون باشه، ایرانی بودن بنیاد اصلیش راست گفتاری، راست کرداری و راستی است. زندگی ما ایرانیان از دیرباز بر این پایه بوده و اشو زرتشت این سه بنیاد رو بر اساس باور ملی ما قرار داد: راست اندیشی، راست گفتاری و راست کرداری، یا نیک اندیشی، نیک گفتاری و نیک رفتاری. بنابراین یادمون باشه اگر میخوایم ایرانی باشیم، یکی از مهمترین پایه‌های ایرانی بودن راستگویی و راستگرداری است. اون بودی که در تمام تاریخ ایرانیان به این موضوع شهره بودن و ایرانیان رو راستگوترین مردم دنیا می‌دونستن، برخلاف اون چیزی که شما ممکنه در غرب ببینید که اساس بنیاد و فلسفه اندیشه‌شون بر اساس اندیشه ماکیاولی که باید شما راست رو میتونید پنهان کنید، میتونید ظاهر و صلاح باشید و دروغگو باشید و کارتون را بیفته. بر اساس بنیاد ایرانی، اندیشه ایرانی، راه راست در زندگی ما راه خوشبختی بوده، راهی بوده که شما رو به آرامش میرسونده یا سرنیتی میرسونده و اون چیزی بوده که ارسطو و افلاطون از زرتشت وام گرفتن که ما هدف نهایی زندگی هممون آرامش و خوشبختی است یا همون سرنیتی است که اونها بهش اشاره کردن. و برای رسیدن به این هیچ راهی بهتر و راحتتر و درستتر و استوارتر از راه راست نیست. سپاسگزارم. از من بس.